این برنامه با توجه به درخواست یکی از دوستان داخل کامنت ها درست شده و امیدوارم که از دیدنش لذت ببرید. سلام و عرض ادب خدمت تمام شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های ما. امروز در خدمت شما عزیزان هستیم با یک گزارش ویژه درباره کشور لیبی در زمان قذافی و بعد از سقوط قذافی و اینکه آینده این کشور به کدوم سمت و سو خواهد رفت. پس تا پایان این برنامه هم مثل برنامه های گذشته ما را همراهی کنید و با نگاه گرمتون به ما دلگرمی بدید و اگر هم تا الان ما رو سابسکرایب نکردید لطفا ساب کنید و با لایک ها و کامنت ها و سابسکرایباتون به ما انرژی بدین و از ما حمایت کنید. حالا بریم سراغ اصل مطلب و سرزمین لیبی. کشور لیبی با مساحتی در حدود 1,800,000 کیلومتر مربع، چهارمین کشور پهناور قاره آفریقا و 17مین کشور پهناور جهانه که 1.7 میلیون نفر از جمعیت 6.5 میلیون نفری لیبی در پایتخت این کشور یعنی در ترابلس زندگی میکنن. معنای نام لیبی از جمله یونانی لیبیانس به معنای قوم بربر گرفته شده. هیچ رودخانه دائمی در خاک لیبی وجود نداره و تنها 2% خاک اون کاربرد کشاورزی داره. مساحت لیبی کمی بیشتر از ایرانه اما جمعیت اون کمتر از 1/10 ایرانه. بخش عمده ای از مردم لیبی در 2 شهر ترابلس و بنغازی زندگی میکنن. لیبی در سال 1326 هجری شمسی برابر با 1947 میلادی از استعمار ایتالیا رهایی پیدا کرد و سروان قذافی در سن 27 سالگی در سال 1348 مصادف با 1969 با کمک گروهی از افسران جوان و با حمایت جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر و در جریان یک کودتای نظامی ملک ادریس پادشاه لیبی رو سرنگون کرد و خودش قدرت رو به دست گرفت. تنها چند روز بعد از سقوط حسنی مبارک و به ثمر رسیدن قیام مردم مصر از 27 بهمن ماه سال 1389 در لیبی هم تظاهرات های اعتراض‌آمیزی از سوی مردم با شعار غالب الله اکبر علیه قذافی برگزار شد. همسایگی لیبی با مصر و تاثیرگذاری تاریخی مصر بر لیبی رو نمیشه در بروز تظاهرات مردم این کشور بی نقش دونست. با اوجگیری قیام در لیبی تجمعات مردم بلافاصله از سوی نیروهای امنیتی و نظامی سرکوب شد. شیوه غلط برخورد قذافی در آرامسازی اعتراضات مردمی بهترین بهانه را به آمریکا و ناتو داد که با استفاده از شورای امنیت سازمان ملل از این فرصت برای نابودی یکی از مخالفین سنتی خودشون و گسترش حضور نظامی در شمال آفریقا و تقویت نیروهاشون در حوزه دریای مدیترانه و تسلط بر چاه‌های نفت لیبی استفاده کنند. لیبی در حال حاضر کشوری چند پاره و دارای 3 پایتخت ترابلس، بنغازی و تبرق و با 10 رهبری جداگانه است. کشوری که به رغم داشتن شبه نظامیان مسلح فراوان از بیرون جنگ توی مزدور وارد میکنه و هیچ راه حل سیاسی هم در افق این کشور دیده نمیشه و اگر توافقی بین مردم لیبی و تفاهمی بین قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی برای رسیدن به یک راه حل سیاسی صورت نگیره متاسفانه همین وضعیت این کشور ادامه پیدا خواهد کرد. بر اساس توافق سخیرات مغرب دولت وفاق ملی با نظارت سازمان ملل تشکیل شد و با این حال ژنرال خلیفه حفتر این دولت رو به رسمیت نشناخت. سال 2014 بود که ژنرال خلیفه حفتر از نزدیکار معمر قذافی که در جریان کودتا علیه ملک ادریس در این کشور رهبر پیشین لیبی رو همراهی میکرد اما با وی به اختلاف خورده بود و به آمریکا فرار کرده بود و با همراهی ارتشی‌های سابق شرق لیبی رو در دست گرفت. اما میرسیم به دوران بعد از سقوط قذافی. در واقع بعد از سقوط معمر قذافی اکثریت مردم لیبی رویای یک آینده بهتر داشتند اما برعکس این کشور در یک جنگ داخلی سقوط کرد. 10 سال بعد از مرگ قذافی حکمران سابق لیبی الان شمار زیادی از مردم این کشور در حسرت ثبات دوران وی هستند. سالها جنگ داخلی و زندگی در فقر و تنگدستی
مردم این کشور رو به بیچارگی کشونده. به گفته گونتر مایر رئیس مرکز تحقیقات جهان عرب در دانشگاه ماینز آلمان گفته که قذافی زمانی ضامن وحدت و رونق اقتصاد این کشور غنی از نفت بود. این استاد دانشگاه اضافه میکنه که در دوران قذافی لیبیایی ها از سطح رفاه نسبتا بالایی برخوردار بودند، اما قذافی علیه منتقدان خودش به شدت برخورد میکرد. اما پسر جانشین پدر میشه. سیف الاسلام بعد از مدت ها غیبت رسما بازگشت خودش رو به عرصه سیاسی اعلام کرد و حتی سعی کرد طرفداران خودش رو از قبایل وفادار به پدرش یعنی معمر قذافی جمع کنه و بر کرسی ریاست جمهوری بنشینه. پیش از اون سیف الاسلام قذافی بعد از 10 سال ناپدید شدن با حضور ناگهانی خودش در مصاحبه با نیویورک تایمز آمریکا دوباره در رسانه ها حضور پررنگی پیدا کرد. پسر سرهنگ فقید معمر قذافی در مخفیگاهی ناشناخته در دل صحرای لیبی از دستیابی به آرزوی خود و قبیلش در رسیدن به قدرت بعد از گذشت 12 سال از فرو ریختن دیوارهای رژیم تسخیرناپذیر پدرش ناامید نشده. سیف الاسلام 51 ساله گفته که در انتخابات آینده ریاست جمهوری کاندیدا میشه. او در سال 2011 و قبل از سرنگونی پدرش نفر دوم حکومت و به عنوان چهره اصلی جانشینی مطرح بود. سیف الاسلام قذافی دومین پسر از 8 پسر قذافی و مشهورترین اونهاست و در دوران حکومت پدرش از نفوذ بسیار گسترده و محبوبیت قابل توجهی برخوردار بود، به طوری که سرپرستی تمامی پروژه های عمرانی رو که قذافی قبل از سرنگونی رهبری میکرد بر عهده داشت. پسر قذافی در لندن اقتصاد خونده بود و پیش از این میانجیگری کرده بود که پدرش از داشتن سلاح هسته‌ای دست برداره. وی همچنین در ماجرای بمباران هواپیمای لاکربی در آسمان اسکاتلند در سال 1988 به عنوان میانجی حضور داشت و دایره نفوذ پسر سرهنگ معمر القذافی در سالهای گذشته بسیار گسترش پیدا کرده. سیف در سال 2018 هیئتی رو برای گفتگو در مورد حل و فصل سیاسی برای برون رفت از بحران لیبی اعزام کرد. سیف الاسلام در جریان انقلاب 17 فوریه همزمان با تشدید تظاهرات و درگیری‌های مسلحانه در یک برنامه تلویزیونی نسبت به وقوع جنگ داخلی در لیبی هشدار داده بود و گفته بود که همدیگر رو در خیابان‌ها خواهیم کشت. تمام لیبی نابود خواهد شد. ما به 40 سال زمان نیاز خواهیم داشت تا درباره نحوه اداره کشور به توافق برسیم و همه تمایل خواهند داشت که رئیس جمهور یا امیر بشن. متاسفانه این پیشگوی سیف الاسلام قذافی به واقعیتی که لیبی بعد از انقلاب تجربه کرد بسیار نزدیک بود و همین امر باعث شده برخی حسرت سالهای حکومت پدرش رو بخورن. اما روابط ایران و لیبی، روابط سیاسی ایران و لیبی اولین بار در دیماه سال 1346 در زمان حکومت پهلوی در سطح سفارت برقرار شد. این روابط بعد از کودتای نظامی در این کشور و روی کار اومدن معمر قذافی هم ادامه پیدا کرد. حکومت ایران دولت جدید رو به رسمیت شناخت، اما پیشرفتی حاصل نشد. بعد از مرگ جمال عبدالناصر، قذافی مدعی رهبری جهان عرب شد و به دلیل رابطه محمد رضا پهلوی با رژیم عبری زمان حمایت‌هاش از انور سادات و ملک حسن پادشاه مراکش و حاکمیت ایران بر جزایر سگانه و قرارداد در جزایر با ایران دشمنی داشت. در آستانه پیروزی انقلاب معمر القذافی رهبر لیبی به امید صمیمانه شدن روابط دیپلماتیک میان تهران و ترابلس بارها به بیان عقایدش در رابطه با حوادث ایران پرداخت. رهبر لیبی با بیان اینکه انقلاب ایران محبتی الهی و پدیده مثبته بیان کرد که انقلاب ایران همچون آتش فشانی در منطقه است که بیشک موازنه تازه نیروها را در پیش خواهد داشت و مصر، عربستان و دیگر کشورهای منطقه از جمله کشورهای هممرز ایران در معرض لرزه های این فوران آتش فشان قرار خواهد گرفت. ایران هیچگاه موضع روشنی در حمایت از هیچ یک از طرف‌های درگیر اتخاذ نکرد و در سال 99 و در جریان سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه وقت به ترکیه وی اعلام کرد که ایران دیدگاهی مشترک با ترکیه درباره حل بحران لیبی داره. این سخنان وزیر امور خارجه به معنای حمایت تهران از دولت وفاق ملی تفسیر شد
با این حال نزدیکی ایران به روسیه و سوریه که از حامیان هفتر هستند و همچنین انتشار اخبار مبنی بر اینکه هواپیماهای روسی که برای ژنرال هفتر فرستاده شدند و مانع پیشروی نیروهای دولت وفاق ملی به سوی شهر سرت شدند از طریق فرودگاه نظامی همدان به لیبی فرستاده شده بودند و موجب شد که ایران هم به حمایت از این چهره در صحنه تحولات لیبی متهم بشه. و اما در گفتار پایانی باید بگیم که به اعتقاد ناظران سیاسی اگر سرهنگ قذافی به جای تسلیم شدن در برابر آمریکا و دیگر کشورهای غربی دست به یک سلسله اصلاحات سیاسی میزد قطعا میتونست به حاکمیت خودش ادامه بده. برقراری رابطه پنهانی با لابی عبری زبانها در آمریکا که بخشی از سیاست جدید سرهنگ قذافی بود از بزرگترین اشتباهات این دیکتاتور سابق لیبی به شما میره. وی تصور میکرد که با تسلیم شدن در برابر لابی عبری زبانان و آمریکا زمینه به قدرت رسیدن فرزند خودش سیف الاسلام رو فراهم خواهد کرد. شاید دونستن این نکته براتون جالب باشه که مادر قذافی از یهودیان ساکن لیبی بوده و از اونجا که در آیین یهودیت و برخلاف آیین اسلام و مسیحیت نسب فرزند از مادر و نه پدر گرفته میشه، بنابراین در یهودی بودن قذافی هیچ تردیدی نیست. اما درباره پدر وی اختلافاتی هست و عده‌ای اونو فرزند یک خلبان فرانسوی یهودی میدونن که آلبار به ریزوسی نام داشته که در طی سالهای 1915 تا 1943 به لیبی مسافرت کرده و در ارتش فرانسه هم خدمت میکرده. اما احساس عمومی مردم لیبی این بوده که قذافی با چرخش به سمت آمریکا و کشورهای غربی لیبی رو وارد جبهه کشورهای سازشکار عرب کرده. خب رفقا، به پایان این برنامه هم رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو تا به این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه هم نهایت لذت رو برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی، یا علی مدد.